این اتفاقات داوری که ما مرور کردیم و قشنگ تماشا کردی؟ بله دیدم. هم بازی ملوان زوبا هم بود، هم بازی پیکان نساجی بود. تعجب نکردی مخصوصا از اتفاقات بازی پیکان نساجی که 10 دقیقه حدودا بازی وقفه افتاد درش؟ بله متاسفانه. خب این یکی از مشکلات حالا نبودن وار فکر میکنم هر رفته خودشو داره بیشتر نشون میده و به نظر من مربی‌ها بازیکن‌ها تا یه حدودی هم حق دارن. یه سری اشتباهات انقدر تاثیرگذاره که واقعا نمیشه جلوش سکوت کرد. مربی‌های جوانی حالا مثل آقای زاره، آقای حمید مطهری، خب بعد از سال‌ها تونستن خودشون بعد از سال‌ها زحمت، چون من شناخت خوبی از ایشون دارم، هم از اخلاقی هم از لحاظ فنی، یک انسان آروم، یک انسان حالا خیلی محترم، و وقتی می‌بینید اینجوری از هم خودش هم تیمش به این روز میافتن، مطمئن باشید که مشکل جای دیگه است. خب تو همین دو سه هفته اول راه سرمربیگری ایشونه دو سه تا اشتباه تاثیرگذار که میتونه روند فصل یه تیم عوض کنه. آقای مطهری براش افتاد، یکی جلوی اصفهان، جلوی سپاهان یک فکر میکنم اخراج مسلم دروازه‌بان اتفاق افتاد که این کار انجام ندادن. آها اون خطای چیزو میگی؟ آقای مظاهری بله. کرد. خود مظاهری هم مصاحبه کرد، بله. گفتش که آره من بودم اخراج میکردم. صادقانه صحبت کرد خودش. یکی هم که این هفته دیگه فکر میکنم مش به صورت اصلا جز فوتبال نیست و اتفاقی که داور رقم زد و بله قبول دارم که بازیکن‌ها مربی‌ها باید یه مقدار خویشتن‌دارتر باشن. حالا تو انزلی هم بعد از سالها ملوان یه تیم دوست داشتنی، یه تیم پرهوادار تونسته با زحمت و تلاش فرمون به این رده برسه، ولی اینکه حالا با تصمیم ولی اشتباه داور بخواد حالا تیم از زمین بیاد بیرون، اینا فکر میکنم دیگه تو سال جام جهانی هم مخصوص هستیم. حرکت قشنگی نبود، ولی خب میگم یه مقدار هم باید ویدیو چک خیلی زودتر به فوتبالمون بیاد و همین که ایشالا مخصوصا مربیای جوانمون یه ذره خویشتن‌دارتر شه. ببین دیگه هممون میدونیم مشکل لیگ برترمون چیه. واقعا تنش‌ها بخش عمدهش به خاطر کمک داور ویدیوییه. یعنی اگه کمک داور ویدیویی باشه ان شاءالله اون موقع هم همراهی کنن تیم‌ها. یعنی اینجوری نباشه که کمک داور ویدیویی هم بخواد زیر سوال ببرن. یعنی میدونیم که چه نسخه‌ای باید بپیچیم برای فوتبال که مشکلاتش حل شه. الان از لحاظ داوری مشکلات مالی و حالا زیرساخت‌ها اینا رو به کنار، این چیزی که شما راجع به صحبت میکنید و اعتراضای زیاد موقعی که ویدیو چک به فوتبال اون بیاد اصلا نمیتونه دیگه اتفاق بیفته، چون یه نفر اون بالا هست. مثل حالا من و شما با اینکه تخصص هم نداریم تو تلویزیون میتونیم ببینیم و خیلی از صحنه رو تشخیص بدیم، حالا چه برسه یه داور درجه یک پشت اون مانیتور بشینه و این اتفاقات رو رصد کنه. شما مطمئن باشید خیلی خیلی کم میشه و آرامش واقعا به لیگ برتر اون برمیگرده، چون مخصوصا تو این دو سه سال اخیر خیلی دیگه زیاد شده. یعنی هر هفته میشه راجع به این اعتراضای برنامه ساخت و ان شاءالله هر چه زودتر این اتفاق بیفته. بله باز